سلام دوستان وقتتون به خیر باشه جشنواره کن امسال تبدیل میشه به یک فضای ضد ایرانی که در اون حرفای علیه ایران توسط سلبریتی های خودمون گفته میشه خب یه طرف داستان این هست یه طرف دیگه داستان اینه که اونجا یک فضایی به وجود میاد برای اینکه نه فیلم های ضد ایرانی فیلم هایی در خصوص حمله به ایران به نمایش در بیاد درات که این چی شد این مکمل است شما سلبریتی رفته اونجا میگه شما از کدوم میگه ایران بعد میگه چه خبر از ایران میگه بد است حالت خوبه ایران بد است اسم چیه ایران خیلی کشور ولی خیلی خوب این سلبریتی این کشور اسم این درباره کشور شیا میگه اون فیلم رو تو چیه حمله به ایران آیا یه دون نخل از این نخل قهوه‌ای بیارید که واسه فرادی دیدیم یه دونه به اون بدیم این جایزه‌ای که به اینا دادیم یه دونه چون داره درباره حمله به این کشور حرف میزنه سلبریتیش دیدی چی گفت چقدر کشور بدیه خب چیز خوب ساخته پس داره خدمت میکنه اون فیلم داره خدمت میکنه به بشریت فیلمی که درباره حمله به این کشور ساخته شده خادم به بشریت چرا چون داره درباره کشوری میسازه که سلبریتیش نیم ساعت پیش توی همین سالن کشور خوش و فشکش کرده سلبریتی که دشمن وطنش نیست هست از کجا اومده از مریخ نه از کشور خودش اومده دیگه پس روایتی که میگه احتمالا درسته دقت کن این دو مکمل هم دیگه است. تو وقتی میری اونجا کشور خودت رو همه جوره تاخیر میکنی به شهانت میکنی داری یک پازل ضد ایرانی رو میشینی که ته این پازل جایزه دادن به فیلمی باشه که این فیلم ضد ایرانیه اصلا فراتر زده ایرانی کاش ایرانی بود این فیلم داستانش حمله به ایرانه این قابل تأمله. و من متاسفم برای کسانی که اینجا مسئولیت دارن و محدودیت هایی برای این جماعت اعمال نمی کنن. من منظورم از محدودیت هم این نیست که آقا اینا رو باید باشون برخورد کرد بگیرید ببندید توی این سینما هزار و یک آدم به درد بخور داریم که سرشون به تنشون میهرسید نظمی بر این سینما حاکم شده که اونها رو به هاشیه برده الدنگ های از این دست رو که خوب فهمیدن باید بریم به کشورم فوش بریم جایزه بگیریم به اینها اولویت داده اگر برای برهم زدن این نظم فکری نشه این جماعت خودشون به سربازانی علیه ایران به طور رسمی تبدیل شدن و کار رو از این بدتر هم خواهند کرد من حاشیه نمیخوام برم میخوام اول چند تا نکته درباره جشنواره بگم بعد بپرزم به داستان این فیلم زده ایرانی و در نهایت چند تا نکته در خصوص های ایران یه چیزی در خصوص جشنواره امسال اتمنا شما هم شنیدین و اون اینی که روسا در داخل جشنواره امسال حضور نداشتن ولی من فکر کنم جمله درستش اینه که روزها حضور داشتن و حضور نداشتن ببین داستان اینجوریه که خبرنگارشون حضورشون ممنوع بود توی جشنواره به خاطر اینکه این خبرنگارها وابسته به کشوری که اون کشور الان حمله کرده به اوکراین خب دمت گرم شاید با منطق تو حرف درستی باشه خیلی خوب این فیلم برای کجا در روسیه یعنی روسا ساختن آره روسا ساختن چجوریه یعنی مثلا خبرنگارش حق نداره بیاد ولی فیلمش هست آره این بالاخره ریزی اون بوده دیگه فیلم رو وقتی بررسی می‌کنی می‌بینی مدل اسقر فرهادیه مدل همین فیلم هایی که فارسی زبان های خودمون رفتن ساختن یعنی خبرگارش حق نداره باشه ولی فیلمه چون ضد کشورشه چون کسانی اونجا ساختن که ضد کشورشون ساختن نه اونجا حضور داره قشنگ جایزه میگیره قشنگ بازی درسته ببین این جشنواره شما وقتی نگاه میکنی ظاهرا تبدیل شده به یک تصویر حساب سیاسی که خیلی ها ازش غافلن یک جایی که از ایران و از روسیه و از کشورهای از این دست یه سری الدنگ بیوطن حقیر رو میفرستن اونجا دعوتشون میکنن و پسترین روایت در خصوص اون کشور بهش جایزه میدن خیلی تو من دیدم که اخیرا یه سلبریتی که اتفاقا خیلی هم دوستش دارم و خیلی از شخصیت این آدم خوشم میاد یه پستی فرستاده و گفته بود که من به زهرای امیر ابراهیمی تبریک میگم بابت اینکه توی این جشنواره جایزه برده ولی تاکید میکنم فقط به زهرای امیر ابراهیمی تبریک میگم به موضوع فیلم کاری ندارم عزیز دلم نمیشه همچین چیزی که الان من جایزه بیشرفترین سلبریتی دنیا رو میدم به شما بعد همه جا هم شما اجازه داری بری بگی که من یک جایزه جهانی بردم میشه همچین چیزی ما بگیم فقط چون به جهانی بودنه کار داریم بهش آفرین میگیم با اینکه موضوع جایزه چی بوده کاری نداریم با اینکه چی کار کرده که جایزه بوده این که همچین چیزی نمیشه که یه خورده عقل یه جاهایی میخوایم روشن فکری های انجام بدیم جست مثلا آدم حسابی هستیم بگیریم بعد مشخص میشه که نه این جنس از رفتار خیلی ابلهانه است ببخشید خیلی هاشی دارم میرم امروز ولی خب موضوعاتی هست که به ذهن هم میرسه حیف هم میاد که میشه ساده عبور کنیم پس فضایی که ایجاد شده یک فضای کاملا هوشمندانه سیاسیه یعنی رسما هنر اینجا تبدیل شده به یک ابزار ما چیزی تحت عنوان هنر مستقل و هنر بیطرف و چیزایی از این دست نمی‌بینیم. هنر یک ابزاره بله توی ایران یه سری آدم داره اگه بهشون بگی یه چیزی درباره وطنت بساز نه ما اینجا بیطرفی ما اینجا کارای این شکلی با پول این مملکت داریم می‌سازم. اونایی که میان فیلمشو میبینن ایرانی انا اونایی که فالوشگرا ایرانی هم ولی بهش بگی فیلمی بساز که یه چیز خوب درباره ایران بگه نه من بی‌طرفم من چیزای این شکلی نمی‌سازم. بعد توی جشنواره‌های های اینها دارن مدیریت شده حضور پیدا میکنن که اون جشنواره ضد ایرانی عبور بکنیم از این بخش عبور بکنیم بریم فضای فیلم ضد ایرانی که اونجا به نمایش در میاد رو بررسی بکنیم تاپ گان موریک اسم فیلمی که اونجا به نمایش در میاد ماجرای فیلم حمله به یک کشور خارجیه اسم نمیارن چون اگر اسم بیارن طبیعتا برای اونها حاشیه داره نمیدونم شاید فکر کردن مثلا توی ایران یه سری سلبریتی با غیرتن این سلبریتی حلال زاده های اینجا هستن بعد اگه ببینن که ای به کشورشون حمله شده رگ گردنشون میزنه بیرون اینا هم یه فیلم برخوزه وطنشون میسازن چرا اینجوری فکر کردن گفتن که خب اسم نبریم که سلبریتی های با غیرتشون نه ما خیلی سلبریتی اون پیگیرین داستان نیستن داشت بعدش برسی اون که تو پیج اینستاگرامش بری یه بررسی بکنی الان یه سری چرت و پرت در خصوص آبادان داره منتشر میکنه که مشخص شده همش دروغه اون یکی اسمش کی بود کیانیانمون عکس لبنان در خصوص آبادان داره منتشر میکنه احسان و برزو اونم که این اراجیف در خصوص فضای کشور دارن میگن افکار رو ملتهب میکنن بعضم بعدم رفتن بزم عروسی زن و رقص ما بقیشون که تو سینما دارن تجاوز میکنن تو نگران چی هستی هر چی میخوای درباره ما بگو خودشون هم میان پای کارت میگن ما بقیشون میان توی کن همین عراجیف رو تکرار میکنن برجت اسم فیلم رو اسم کشور رو نمیاره یک فضای نشون میده از یک کشوری که داره مورد حمله قرار میگیره کجا مرکز هستیش امروز یک ویدیو در خصوص سعید حجاریان برای شما خواهم داشت که این ویدیو خیلی مهمه شما در بخش از این یادداشتی که سعید حجاریان نوشته می‌بینی همزمان با بلند شدن صدای صهیونیست‌ها علیه مسائل حس ایران این داره همون حرفا رو میزنه دقیقا داره همون حرفا رو میزنه و شما وقتی این یادداشت رو میخونید صدای سیون سال میشنم این فضای جشنواره کرده میبینی یه سال برای توی آقا این اتفاقاتی که از کشورمون رخ داده از آبادان تا کجا کجا این اتفاقیه اتفاقی نمیتونه باشه یه داشته ای داری اینا سوزن شما این داشته گیر کرده میخوام می ببینم تو این فضا میتونن تو به این داشته خود به چالش بکشن بذار توی ویدیو سیجری مفصل رو خدمتتون عرض می‌کنم نمی‌خوام اینجا خیلی حاشیه برم چیزی که می‌خوام بگم اینه توی این ویدیو توی این فیلمی که ساخته شده که بخشش میگن من شنیدم نمی‌دونم تا چه اثر داره میگن 800 ساعت برای اینکه این فیلم خوش ساخت در بیاد اینو برداری کردن یعنی بارها و بارها بخشی رو گرفتن تا به اون تاثیر مورد نظر بگیرن 800 800 ساعت خیلی عدد قابل توجهیه میدونی خلاصه حرف یعنی یعنی که این یه فیلم همینجوری ساخته شده نیست روش وقت گذاشتن فیلم داستان حمله به یک کشوریه که مراکز هستهیش رو دارن میزنن و 800 ساعت برای تاثیر بردهش وقت گذاشته شده کشور کجای ایرانه ایرانه اون چیزی که نشون میده حمله به کشوری به نام ایران هست و نکته جالبش اینجا که خب بخشی از جاهایی که در فیلم شما وقتی نگاه کنیم اینه که اومد تصویر بلند شد تو خوابشون نتنز رو زدن رفتن تو فیلمشون نتنز رو زدن رفتن و جایزه هم گرفته این فیلم جایزه هم گرفته در حالت عادی اگر یک فیلمی که من خدمت شما عرض بکنم اجازه این بخش رو ببینم بله تقریبا همه چیزهایی که در خصوص این فیلم بود و خدمت گفتم یه یعنی نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست که برخی کارشناسان مسئله نظامی که این فیلم رو دیدن گفتن که محتنی بر واقعیت نمیتونه همچین چیزی اتفاق بیفته این توی فیلم خیلی سعی یه کار رویایی فضاسازی جالب انجام بدن برای اینکه رویاهایشون و آرزوهایشون رو تعریف کنن به هر جد فیلم جایزه برده این فیلمی که در بحث صحبت می‌کنیم جایزه برده ببین در شرایط عادی اگر یک نفر بیاد حمله به کشور شما رو به تاثیر بکشه و جایزه جهانی ببره همه جا شما فریاد میزنیم میگی زده من یه فیلم ساخته شده این فلان فلان شده علیه من ساختن الان وقتی که این فیلم رو شما بخوای علیه شرف بزنی میگن شما بعد میگی که من مثلا ایرانی هم. بعد میگه که به این فیلم ایراد داری این فیلمه که به کشورت حمله کرده ایراد داری ای آره من به این فیلم میگه خب اون انکبوت مقدس که شما رو به تصویر کشیده شما اگه اونایی هستید که تو اون فیلمه داره میگه که خب این کار خوبی کرده بهتون حمله کرده دلسوز شما هست آدم خوبیه این فیلم خوبی ساخته اگر حالا فیلم بزنیم کنار به اثر هزار سلبریتی های خودتون نگاه بکنید ترنی علی و پیمان و, معادی و اون پسره وایستاده بود نوید محمدزاده اونم یه چیزایی میگفت که برای خودش جالب بود اون نوید محمدزاده و اون یکی اومدن اینجا چیزای دیگه, دیگه در کشور شما میگن پس ظاهرا چیزایی که تو این فیلم گفته شده از حمله به شما حرف بدی نیست خوبه که این اتفاق بیفته ببینید فضا سازی ها یعنی رفتارهای هوشمندانه ای که عده ای از سلبریتی ها انجام داده اند فضا رو فراهم میکنه و شرایط رو مساعد میکنه برای اینکه یک نفر راحت بتونه ضد شما فیلم بسازه جرأت پیدا بکنه حمله به کشور شما رو به تصویر بکشه شما رو در صحنه هنر به چالش بکشه جایزه هم ببره چرا چون سلبریتی خود کنارش واسطه قبلش اونجا میدونداری کرده قبلش اه... چی میگن میگن اه... اسمش یادم رفت گرمی کرده یه همچین کارهایی انجام داده و حالا اون میتونه راحت اون جایزه رو ببره هیچ کس هم انگشت اتهام به سمتش نمیبره من فکر میکنم که اگر یک جمله بخوایم بگیم اون جمله این هست که باید برای این جایی که بهش میگن سینما و تو این دیگه سینما نیست این محل تجاوزه با این روایت هایی که اردن. و دردن که مسئول من این حرفایی که دارم, دارم خیلی دردناکه که نه از این جهت که دارم در خصوص این مسئله صحبت میکنم از این جهت که سلبریتی های ما به شیوه این مسائل رو مطرح کردن بحث تجاوز و چیزایی از این دست که این عادی شده اینا کلماتیه که بار داره وقتی یک نفری یک جایی مثلا فریاد بزنه از تعرض و بیحرمتی و تجاوز بگه همه باید مثلا گوشاشون تیز بشه آقا این کیه چه ظلمی به شده اون فلان فلان شده که این کاری کرده چه اینا عادی کرده این داستان رو یعنی تو همین مسئله هم که یه سری سلبریتی اومدن فریاد زدن و از این حرفا صحبت کردن شما عادی شدن این مسئله رو داری می‌بینی نه حل شدن مسئله دقت کن چی شد اصلا داستانی شما برای حل شدن مسئله نمیبینی به شیوهی دارم داستان میپرزن که عادی بشه تو همینشم یعنی بازی که اینها انجام دادن سوال برانگیزه اما اون چیزی که میخوام بگم اینه به حجت روایتی که من ارائه میدم دروغ که نیست این چیزی که ما داریم سینما نیست یک محلیه برای تجاوز و همکاران مشغول کارن در پشت صحنه و در جلوی صحنه در جلوی صحنه از خیانت میگن برای جامعه ایران داستان زندگیشون رو تعریف میکنن تک تک چیزایی که تو فیلم تو میگید برای خودتون اتفاق افتاده هیچ کدومشون توی تکذیب بکنی زندگیاتون دیگه هر روزی که توی دادی که این نشون میده از 20 سال پیش 30 سال پیش این داستانه در بین اینها نهادینه شده اخیرا دیدم که تنا دوستی گفته که اینا ما رو محدود کردن ما آزاد ببین اینا به شما آزادی نمیدن این بلا رو سر هم دیگه تو سینما به شما آزادی بدن حساب جامعه رو میرسین تعارف که با هم دیگه نداریم که حساب جامعه رو میرسین شما جماعتی که یکی از یکی کثیف‌تر و بی‌وطن‌تر این کثیف بودن یه طرف بودن یه طرف دیگه داستان. از این ماجرا نوبت ساده برای این تجاوزخانه باید فکری کرد برای این تجاوزخانه ای که داخلش کسافت کاری میکنن بیرون زمانی که میرن در یک جایی حضور پیدا میکنن در خارج از کشور یادشون میفته به ایران فوش بدن و هزینه باید برای اینها سنگین بشه من یه نکته ساده خدمتتون میگم شما در سال پیش این سلبریتی ها نگاه کنید 15 سال پیش اینا نگاه کنید 20 سال پیش نگاه کنید فضای جامعه ما یه شکل دیگه ای بود اینا هم علیه السلام بودن اینا حرفای مثبتی میزدن ببین این به این معنی است که ذات اینا ذات خوبی بوده جماعتی که شما بینید. اون کسی که بی ذاتش کثیفه فیلم بازی میکنه برای من شما اون چیزی که توی سینما و توی هنر و این برنامه بهش یاد دادن فیلم بازی کردن تو زندگیشان هم آورده چرا این رفتار رو داشتن 15 سال پیش 20 سال پیش به خاطر اینکه جو حاکم یه چیز دیگه ای از اینا میخواست حالا تو اگر هزار تو هم فضای سنگین رسانی علیشون راه مینداختی که آقا مثلا فلان فلان شده این حرفا رو نزن فلان نکن اون علیه سلام خودش میداد. میده چرا چون حاکم اون کسی که پولش میداد این شکلی ازش میخواست این فضای عوض شده توی سینمای ما این فضای عوض شده کسانی بر سیستم حاکمن و کسانی بر گرده اینها سوارن که چیزای دیگه ای از اینا میخوان اونها باید رفتارشون تغییر بکنه یعنی یک نفری باید یک اهرم ببره رو سر اونا رفتار اونها زمانی که تغییر کرد این جماعت نوخاله وادار میشن برن توی جشنواره‌های خارجی از ایران تعریف بکنن مطمئن باش همینا پرچم ایران رو میبرن زیر پرچم ایران سینه میزنن برای همه از ایران هم خوب میگن. چرا چون اینا برده و بنده کسانی هستن که بر رأس اون ساختار سینمایی سوار شدن این هزار تا هم حرف خوب به ایران بزنه اگه اونا حرف بد بخوان به این بازی نمیدن سانسورش میکنن و بایکوتش میکنن این هزار تا حرف بد علیه ایران بزنه اگر تو اونا رو وادار کرده باشی که رفتار خودشون رو مثبت بکنن و رفتار مثبت از اینا بخوان کسی به این بازی نمیده محدودش میکنه پس باید برای اونا فکری کرد برای اون ساختاری که برای سینما سوار شده اون چیزی که من رو آزار میده و اون چیزی که من رو کلافه میکنه این هست که ما هر سال دو سه روز سه چهار روز چهار پنج روز توی همچین ایامی دوره هم جمع میشیم، همزمان با که اینا میرن میرون اراجیفا رو میگن ما هم در داخل این حرفا رو دو هفته بعد دوباره جمع میشه فضا که آروم میشه جمع میشه اینا میرن سر زندگیشون همین کارها رو انجام میدن در پشت صحنه و جلوی صحنه ما هم میریم سر زندگیمون تا سال بعد امیدوارم که یک اراده پیدا بشه که این اراده مطالبه مردم ایران رو بفهمه ناراحتی مردم ایران رو بفهمه و یک فکر اساسی برای این مسئله داشته باشه نکته دیگه ندارم جز این که این حرکت دیگه ضد ایرانیه به این مدر شخصیت یک فرد و فرهنگش و رفتش این این حرکت ضد ایرانیه تو داری کارهای ضد ایرانی انجام میدی کارهایی میکنی که به, وز... به واسطه اون ادهی فرصت پیدا بکنن علیه وطن ما فیلم نظامی تهاجمی بسازن اگر بساط اینها جمع نشه آنهایی که در خارج از کشور علیه وطن دارن کار میکنن فرصت بیشتری پیدا میکنن که فیلم های از این دست برای ما و علیه ما بسازن و زمینه رو برای تحریم و حمله به ایران آماده بکنن آقا این فیلم رو چرا چی نساختی چرا رو کره ساختی چرا در خصوص فلان در ایران فقط میسازی چون ایران یه سری سلبریتی دارن قبل اینکه این فیلم ارائه بشه اونجا دارن شمشیر میکشن بعد بودن این کشور رو تبیین میکنن به خوبی و هوشمند اینا عادی نیست اینا اتفاقی نیست امیدوارم برای این مسئله فکر بشه نکته دیگه ندارم اگر احساس که نکته ای از ستون برای ما بفرستین وقتتون بخیر